بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سروری دولت در رابطه با درگذشت دولتمند خلاف همدردی بیان نمودند. مذاکرات نوبتی مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در شهر پنجکنت، تولوری عروسی و کاشانه حزن افتتاح گردید. هشدار از سردی ها در تاجیکستان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره تأسیس گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری هنرمندان و رشد هنرمندی در سال 2024-2026. مطابق ماده 13 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان در باره حکومت جمهوری تاجیکستان و با مقصد اجرای بند 30 نقشه چاربین ها اوید با عملی سازی برنامه رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 اکتبر سال 2020 تحت رقم 570 تصدیق شده است، حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند. از سال 2024 تا سال 2026 60 گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری هنرمندان و رشد هنرمندی به اندازه 1,500,000 سومانی تأسیس داده شود. از جمله در سال 2024 20 گرانت به اندازه 500,000 سومانی، در سال 2025 20 گرانت به اندازه 500,000 سومانی، در سال 2026 20 گرانت به اندازه 500,000 سومانی. قایده های جدا نمودن گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری هنرمندان و رشد هنرمندی در سالهای 2024-2026 تصدیق کرده شود. وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان مبلغ گذاری گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در دایره مبلغ های بودجتی در سال 2024 پیش بینی شده تأمین کرده، مبلغ های ضروری را در بودجت جمهوریوی برای سالهای 2025-2026 پیش بینی نماید. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان برای عملی سازی قرار مذکور چاره های ضروری اندیشیده. هر سال تا سنه 1 فوریه به حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد نماید. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون. شب 18 فوریه سال 2024 سراینده و آهنگسازی معروفی تاجیک، حافظ خلقی تاجیکستان، حافظ خلقی جمهوری ازبکستان، دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، رهبر انسامبل دولتی فلک در نزد کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان دولتمند خلاف بعد از بیماری طولانی در سن 74 سالگی وفات نمود. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون سهمی بسیار ارزشمند دولتمند خلاف را در رشد صنعت آوازخوانی، مخصوصا سرودهای خلقی و ژانر فلک تاکید نموده، با اهل اویلا و نزدیکان و پیوندان او همدردی عمیق بیان نموده. اطلاع میدهد امید خوبر. تاجیکستان و قرغیزستان در انجام مذاکرات هفته نش بیش از 1.1 کیلومتر مرزی مشترک را مشخص کردند. مذاکرات نوبتی سنه های 11 تا 18 فوریه سال جاری در شهر بوستان با اشتراک گروه های کاری تپوگرافی و گروه های کاری اوید با مسائل حقوقی هیئت های حکومتی دو کشور در مسئله معین سازی مرز برگزار گردید. اطلاع میدهد کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان. جانب ها در منطقه های باقی مانده کارهای مشترک صحرای گذرانیده در نتیجه 1.11 کیلومتر گزارش خطی سرحدی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان را موافقه کردند. آمده است در اطلاعیه. دوشنبه فضای مذاکرات را دوستانه ارزیابی کرده تاکید نمود که ملاقات نوبتی در حدود جمهوری قرغیزستان برگزار می شود. خبر می دهد سپوتنیک تاجیکستان. در تالار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکنت، معاون پرکوروری ولایت سوخت امید پولادی پرکوروری شهر پنجکنت را در حضور فعالان شهر معرفی نمود. گفته شد که رحمت‌زاده اسکندر شکرالله در مقامات پرکوراتوری مملکت، از جمله ولایت مختار کویسانی بدخشان، ولایت سوخت، اخیراً پرکوراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان در وظیفه‌های مسئول کار کرده است. رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالق‌زاده از نام حاضرین رحمت‌زاده اسکندر شکرالله را برای تعیین شدن به این وظیفه پرمسئول تبریک گفته. به او در اجرای رسالت کسبی جهت نظارت ریایه دقیق و اجرای یکخلای قانون‌ها برای کامیابی آرزو نمود.
در مرکز شهری پنجکنت با اشتراک زنان و دختران فعال شهر تالار عروسی ملیکه و کشومه حسن مورد استفاده قرار گرفت. رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خلیق‌زاده ضمن افتتاح مرکز و خدمات رسانی اقدام صاحبکار ملیکه زاهدوا را شایسته ارزیابی نمود. در خانه حسن و تالار عروسی شهری پنجکنت 8 نفر بانوان با جای کاری دائمی تامین شدند. در اینجا همچنین با دختران جوان هنری آرایش دادنی روی موی آموخته می شود. تو سانه 21 فوریه سال روان در جمهوری تاجیکستان سردی شدید و بارش بارون و برف در نظر است. اطلاع می‌دهد اجنسی آب‌وهوشناسی کشور. گفته می‌شود در مناطق کوهستانی باریدن برف زیاد امکان‌پذیر بوده. در جاده‌ها ریزش برف ترما و یخبندی در نظر است. همین طریق در ولایت سوخت شبانه و روزانه تا 2-7 درجه. در وادی‌های ولایت خطوان و نوحه‌های کوه جمهوری شبانه تا 0-5 درجه خنک و روزانه تر 3 درجه جم 2 درجه گرمی پیش بینی می شود. علاوه بر این در بعضی نواحی های ولایت سوخت و خطوان و نواحی تابعه مرکز وزش شمال تا 17-22 متر در یک ثانیه می شود. بعضی نامساعدی آب و هوا در کار نقلیات علاقه برق رسانی و خدمت رسانی کمونالی مشکل ایجاد می کند. تاکید کرده است اگنتی آب و هوشناسی کشور. خبر می دهد از پولیک تاجیکستان. در موج برنامه اطلاعاتی خبر.